برای اینکه بتونیم فکمون رو قوی کنیم و ماهیچه های دهنمون رو و فکمون رو قوی کنیم، یه تمرینی میکردیم که با چوب پنبه میذاشتیم به توی دهنمون بین دوتا دندونا و این چوب پنبه وصل میشد به زبون ما. وقتی شروع میکردیم حرفی رو زدن، این زبونمون باید حتما میخورد به چوب پنبه. تلفظمون اشکال پیدا میکرد ولی باعث میشد که فک ما قوی بشه که بتونه اون کلمه رو تکرار کنه. مثل این کارو میکردیم. ما امروز تمرین عیان داریم. فکر میکنی این چه چیزی داشت؟ چه تأثیری داشت روی پرورش صدا یا تمرین بیان ما؟ همین که میگین، یعنی فک و زبان مثل همه اعضای بدن ماهیچه هایی داره که اینا هم مثل ورزش که میری دمبل میزنی و قوی میکنی، ماهیچه میاری. این ماهیچه های فک و زبان و دهانم باید قوی بشه که توی بیان کلمات تو بتونی شیواتر این کلماتو بریزی بیرون. و تمرینایی مثل این که میدین فکر میکنم این تأثیر رو میذاره که این ماهیچه از حالت عادی روزمره‌ای که دارن این کار رو انجام میدن خارج میشه و خودشون رو تو شرط سخت قرار میده و تبدیل میشه به کار سختی که حالا ممکنه با روش دیگه ای ما بخوایم نشونش بدیم. و به نظر من میاد که یه چیزی که خیلی انقدر برای من شیرین و جذابه، فکر میکنم اولین روزه که دارم این کار رو انجام میدم و اولین باره. وقتی این کار رو آدم انجام میده کاملا کلام در کنترل خودش قرار میگیره، چون دیگه ول نیست. مثلا من نمیتونم اینطوری حرف بزنم، من مجبورم اینطوری حرف بزنم. یعنی هر کلمه ای رو که میخوام بگم مجبورم نفس بگیرم، کنترلش کنم و دونه دونه بیان کنم. این باعث میشه که دهن من، فکم، حتی چرخش زبونم عادت کنه به کنترل. یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی ارزشمند یک بازیگر اینه که بتونه همه چیشو تحت کنترل قرار بگیره، بده. مغزشو برای فکر کردن، چشماشو برای دیدن، گوشاشو برای شنیدن، بینیشو برای بو کشیدن، زبان و دهانشو برای حرف زدن و کل فیزیکش رو. و وقتی این کنترل به وجود میاد، حالا هر شکلی که بخوای میتونی تغییرش بدی.